مشاهده کرده اید که اکثر مردم چی میگن؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. این خطا است. معنیش چی است؟ به شما مردن میخواهم. سلام خودش دعا است، سلام نام خدا است. و وقتی که به یک کس میگیم که سلامتی خواهانت هستم، دعایش میکنیم، کوشش کنیم که درستر بفهمیم، یک حرف که عوض شد و دیگر معنا را میدهد. موضوع الهیده است. خدا ما و شما را در پناهش نگاه دارد. یک خطاگی مشاهده کرده ایم در همین تعزیه ها، در همین جنازه هایی که می رویم، چندینش رو گشتیم، بعد خلاصه کردیم. اول به خدا می جنگن و ثانی چی؟ باز همون خدا طلب میکنند که خدا یا غریقه رحمتش کن، شایسته جنت. چیگونه است؟ ببینید که گیریه رو کسی من نکرده است، همه از روی عادت آدمی نزدیکش میگذرد، این به شبهه گیریه میکند، آبی چشم میکند، اما در سخن با احتیاط باشید، خصوصا زنان. سخنهای عادی است، اینها نمیدانند بیچاره ها، عنیق است که نمیدانند. اول چیکار میکنند؟ دادووای میکنند. چی میگویند؟ چرا رفتی؟ یعنی برای چی رفتی؟ تو باید نمی رفتی؟ چرا بر وقت گرفتن؟ تو باید می ایستادی؟ تو حالا جوان بودی؟ تو بسیار سخنان هست که چی است؟ ناراضیگی است، که در حقیقت ناراضی هستند که همون آدمی نزدیکشان رفت، این دنیا را ترک کرد. اما اکنون سوالی مهم، ناراضیگی با کی؟ با کی؟ ببینید که یک دعا هست و هر کسی که اگر شنود که کسی گذشته است یا می آیند دعا میکنند، چی میگه؟ این لله و این الیه راجعون. اکنون سر این بر میگردیم، معنیش چی است؟ میگوید ما از خداییم، ما از خداییم، خدا سازنده ما است، اداره کننده ما است. و بدانیم که پیش از به دنیا آمدن ما حالا تولید نشده ایم که خداوند چهار چیز را بر ما می نویسد، یکیش وقت و مهلت ما است، کی باید میریم. یعنی اینا لله و اینا الیه راجعون، ما از خداییم و بازگشت ما به سوی خداست. میگن ای خدا ما از تو هستیم و بازگشت ما به سوی تو است، ما باز نزد تو می رویم، تو ما را خلق کردی، با دوباره نزد تو می رویم. اول مردم به خدا می جنگن، چرا رفتی؟ از خدا ناراضی هستن که چرا خدا گرفتیش، چرا این شد، تو باید نمی رفتی، ما را صغیره ماندی یا ما را تنها ماندی. همین گونه سخنا هر گونه است، این یک تنها مثال عادی است. و بعدن با نشسته فاتحه خوانده چیکار میکنند؟ با از خدا میپرسند که او مردم، چرا خدا را خوش بیاد که وقتی که شما اول به خدا می جنگید، ناراضیگی بیان میکنید که چرا گرفتیش از ما، و بعدن از همون خدا چیکار میکنید؟ برایش دعا میکنید. در این باید بسیار با احتیاط باشیم، چون این روز روزی هست که در همه خاندان است عزیزان، در همه خاندان است، از این هیچ راه گریزی نیست، این همه میدونیم، همه نوبت به نوبت، برای همون بعضن چیزها را باید بدانیم. و حتی درخواست میکنن، یعنی زکس میکنن، مخصوص زنا میآیند در خاندانشان گریه میکنن. اکثر مردم میگن هم دردی ما را قبول کنید، هم دردی ما را قبول کنید. و ما میگوییم شون که امتحان خداوندی مبارکتان باد، امتحان خداوندی مبارکتان باد، خوش به حال آن کسانی که پیش از آمدن مرگ خودشان را آماده میکنند. مردها وقتی در جنازه صف میکشیم چقدر ثوابیتش بلند است میگویم، همه میگن بمانند یک کوه ثوابیت دارد. از این سبب کوشش میکنند مردم در جنازه کسی اشتراک کنند. وقتی رو به عبادت آوردید، باید توجه به یگان چیزی دیگر جای دیگر نکنید، که بیشتر مردم هم میبینی که در عبادت هستند، جایی که بعد هر باره که کلمه ای که الله اکبر میگوین، اینها سراشان خیل میکنن، این طرف میکنن، هاو نگاه میکنن، چی ها میکنن. این هم نکنید، تون خوبتر است. در عبادت همه فکر و خلاصه رو در یک جا جمع کن. و دوم نازکیه که
اکثر نمی دانند و این کراهیت دارد در عبادت شما، هر باری که کلمه الله اکبر می گویند، این رو باید همین گونه گوید که خودتان فهمید، یعنی بلند نه، همین گونه که خودتان بشنوید، خودتان بفهمید. باقی خدا ما و شما را در پناهش نگاه دارد، چون حقیقت نگاه کنیم اکثر مردم از مردن می ترسد، همه. و به شما آشکارا میگیم که نترسید، بدانید که مردن را یاد کردن هم عبادت هست، هم یاد کردن عبادت است. شما را بیدار میکند، شما را از بسیار چیز دور میکند. وقتی که انسان بدن، آدم ها در عبادت استفاده میبرند، میگن که همین تر عبادت کن یا همین تر کار را کن انجام ده که گویا که روز آخرت هست، گویا که تو همین روز آخران روز هستی. با این خاطر انسان را چیکار میکند؟ زنده میکند که دیگر از تمام چیزها خودداری میکند، از جنایت و دزدی و این و آن و پارگیری و از بسیار چیزها خودداری میکند. باقی خدا ما و شما را در پناهش نگاه دارد و وقتی که نزد خدا میرویم به خود توشه داشته باشیم. در حق ما نیز دعا کنید و ما نیز در حق شما دعا میکنیم. شاید داخل ما نفری باشد که به خدا نزدیکتر، محبوبتر و همون دعایش مستجاب گردد که ما و شما در قطار او باشیم. تا برنامه های آینده. الله یعلم ما نشکو من الالم.